در این صورت از ما دیگر چیزی باقی نمی ماند. ما از شجاعت و پافشاری آنها خیلی تعجب کردیم. می گفتند که اینها فقط برای مسعود و مریم رجوی می جنگند. آنچه ما دیدیم فقط این نبود. ما به چشم دیدیم که برای امام حسین می جنگند و برای کشورشان. نمی دانم آیا همه ایرانی ها اینطوری هستند یا اینکه فقط اینها اینطوری هستند. حالا تعادل به سود شما چرخیده و دشمن ضد بشری باید فکر دیگری بکند. در این ایام دائما رژیم و سردمدارانش با مشوق به گوش مالکی می‌خواندند که اگر کار اشرف و مجاهدین را تمام نکند، چرخ‌ها به سرعت علیه خود او و رژیم به چرخش خواهند افتاد و اکنون چنین شده است. یک رسانه عراقی در این باره گزارش کرد: سفیر ایران در بغداد از توقف کشتار در اردوگاه اشرف خشمگین است و منابع مطلع در بغداد از درگیری لفظی بین دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نوری مالکی و سفیر ایران در رابطه با کشتار در اردوگاه اشرف خبر دادند. سفیر ایران بنابر هماهنگی از قبل با مالکی خواستار ادامه کشتار بدون توقف در اردوگاه اشرف شد. سفیر از توقف عملیات به شدت خشمگین شد، چرا که بین دو طرف توافق شده بود که کشتار مجاهدین تا پایان ادامه داشته باشد. منبع گفت دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح برای سفیر رژیم ایران روشن ساخت که فشارهای داخلی و بین المللی منجر به توقف این عملیات شده است، ولی سفیر با این توجیهات قانع نشد و عقب نشینی نیروهای عراقی از این عملیات را ننگین دانست. سفیر کلمات تندی بر علیه دفتر فرمانده کل قوا به کار برد و سخنگوی دفتر نیز به تندی به او جواب داد و سفیر هم او را تهدید کرد که کاری خواهد کرد که پشیمان بشود. این منبع معتقد است این مجادله اولین مورد بین طرفین بود و گفت